وزارت مالیه توانسته است که در 9 ماه امسال به هدف تعیین شده برای درآمدهای ملی برسد. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که در 9 ماه امسال 132 میلیارد افغانی هدف تعیین شده برای درآمدهای ملی که از سوی صندوق جهانی پول تعیین شده بود گردآوری کرده است. از سوی هم مسئولان این وزارت نشست بروکسل را برای توسعه اقتصادی کشور در سالهای آینده بسیار مهم میدانند و میگویند که کار برای عملی شدن تعهدات حکومت به زودی آغاز خواهد شد. سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل برای بحث بیشتر در این مورد در استودیو با ما هستن. سلام شما آقای سیحون، خیلی خوش آمدید به برنامه. امواره وزارت مالیه در این اواخر میآید روی این آماری که صندوق جهانی پول تعیین کرده و پیشرفتی که در عرصه درآمدهای ملی داشته وزارت مالیه حرف میزنن. شما به عنوان کسی که در این ساحت تخصص دارین کار کردین، این کار وزارت مالیه چقدر منطبق با وضعیت مردم افغانستان است، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان است؟ اگر به شکل واقعی بینانه شما بین مردم برین که وضعیت اقتصادی حکایت های دیگه داره. سلام به شما و بینندگان تلویزیون شما. سوال هست است که وقتی که دولت ادعا میکنه که ما درآمد خود از 112 میلیارد به 130 میلیارد دلار بلند بردیم، خب طبیعی است که مثلا بعد ما این ترمینولوژی و اصطلاحات اقتصادی رو دقیق به کار ببریم. ما وقتی که میگیم رشد در تولید ملی، آیا عاید ملی یا محصول ناخالص ملی یا محصول خالص ملی، در مجموع اقتصاد ملی مطرح میشه. اگر یک دستگاه از یک بخش وجوهی را کم بکنه از بخش خصوصی، معناش است که به همون اندازه ای که از بخش خصوصی کم شده در بخش عمومی یا بخش دولتی افزایش به عمل آورده. ای برای همه اقتصاددان ها یک افزایش نیست، مخصوصا این که اگر دولت به عنوان یک نهادی که بگه که افزایش در تولید ناخالص داخلی مثلا به وجود آوردیم در اثر مساعی خود، اون افتخارش است. اما اگر بگه که من 60 درصدی درآمدها را از محصول گمرک به دست میارم، به باور من این در حقیقت حامل به اصطلاح مالیه مردم هستن و معدیش به طور مثال یک تاجری که هست، در حقیقت بار سنگینی این پرداخت ها به مردم انتقال پیدا میده. از این باید هیچ نوع امتیازی برای هیچ دستگاهی نیست در روی زمین. و از همه مهمتره که ارقامشون هم یک مقدار ارقام واقعی نیست، یک مقدار اینا را بزرگ نمایی میکنن. و این معنی که اگر شما تورم را بسنجین، ما شاخص سنجش تورم داریم که در حقیقت قیمت سال جاری بر قیمت سال اساس ضرب 100 میکنیم، قیمت اصلی به اصطلاح میبره. واضح تر اگر عرض کنیم، مثلا اگر در سال قبل یا چند سال قبل نرخ اسعار در برابر پول افغانی 47 افغانی بوده، حال 67 68 اگر بوده باشه، در حقیقت 20 درصد درآمد ملی ما از نظر خالصش، یعنی سنجش خالص، افت نشان میده. ادعای وزارت مالیه هم مبنی بر افزایش یک ادعای در حقیقت ناخالص است. یعنی به این معنی که شما وقتی که عاید ناخالصی دولت از عاید خالص دولت در حقیقت تفکیک کردین، در حقیقت منفی 20 باید بکنین. این 10 درصد حداقل درآمد دولت در حال حاضر با تورمی که در اینجا وجود داره، این کاهش نشان میده. پس این برخورد حکومت به شکل غیر آکادمیک است و به شکل اغفال مردم است. خب اساسا این رقم است که در افغانستان همه چیز متأسفانه افول است. این همون رقمی که ما معنویت، ارزش های مثلا انسان مدار، توسعه، همه پدیده های دولتداری و نظام سازی، همه اینا در حاله از نارسایی و ابهام سردرگم هستند. از این بود بزرگ نمایه های تبلیغاتی و اینا هم در سایه واقعیت های علمی اینا گم میشن. اساسا دانشی به نام اقتصاد یا دانش یا حوزه علوم اینا باید حفظ شون، همون ترمینولوژی ها، ادبیات و روش های اینا. در حقیقت همه اقتصاددان ها میدونن که درآمد اسمی افزایشش به معنای افزایش واقعی نیست. ما باید تورم قیمت های به اصطلاح واقعی را و همچنین سبد اموال از نظر تورم بسنجیم، بعد از او باز عاید افراد و یا درآمد دولت را مقایسه کنیم. حداقل درآمد دولت باید با شاخص تورم سنجش شود. اگر شاخص تورم از این منفی کنیم، افزایش در درآمد دولت وجود نداره. به علاوه از اینکه نارسایی های دیگه هم که وجود داره، اون نارسایی ها به طور مثال وقتی که ما بگیم درآمد دولت از طریق افزایش محصول گمرکی بالا رفته، معنیش است که اینا حمل میکنن به اصطلاح درآمد های خودشان بالای مردم و قیمت های بلند محصول گمرکی مردم میپردازن. از این به باور من خیلی منطقی نیست. دولت اگر واقعا ماهیت سیاست مالی مستقر و سیاست مالی تعریف شده داشته باشه، باید این به اصطلاح
دیدگاه های خودش در حساب سیاست های مالی بر مالیه مستقیم سمت سو بتر. مالیه مستقیم معنیش که از درآمد واقعی شرکت ها و مؤسساتی که درآمد دارن این مالیه اخذ بکنه، نه از مالیه غیر مستقیم. این روی کرد این چنینی حکومت افغانستان و حکومت وحدت ملی که خیلی هم شبیه دورهای کمپاین است که هر روز بیاین از مالیاتشان حرف بزنن، هر روز از دستاوردهایی که از بروکسل میای از وارسا می حرف میزنن. خب اگر ببین به شکل عملیش به جامعه یک بار توجه بکنیم، چقدر میتونه آسیب پذیر بسازه بخش اجتماعی مردم و اقتصادشان را که اینا من از درآمدهای بسیار خوب گپ میزنن و جامعه جانی را اطمینان میتن که ما اینقدر درآمد ملی داریم، از هدف تعیین شده شما خیلی بالاتر شده، اما اصل مسئله دیگه چیز دیگه است در بین مردم. خب از همین بابت است که بالاخره شاخص هایی که ما داریم، شاخص ها خودش بیانگر یک افت اقتصادی است. منفی 2.4 رشد اقتصادی است، مثلا 50% مردم زیر خط فقرند، 8 میلیون نفر بیکار هستند، از ثروت های موجوده که در نزد مردم تراکم یافته است اینا به سرمایه‌گذاری سوق پیدا نمی‌کنند، امید و اعتماد نسبت به فردای امروز در اثر ناتوانی های دستگاه سیاسی افول کرده، همه اینا ضعف و نارسایی های این دستگاه را نشان میده. حکومت دنبال چی است پس با این کارا؟ خب همه حکومت ها به دنبال تبلیغات هستند. هیچ حکومتی در روی زمین توقع نداشته باشه اینکه اون بالاخره بیا شکست ها و نارسایی ها را در حد دادن امیدم به مردم از این نقطه نظر برای دستگاه سیاسی عقلانی هست، اما واقع بینی به باور من عقلانی تر است. به این معنی که بعد اینا ارقام و اعداد بعد بر مبنای خالص سیاسی توجه بکنن و از طرف دیگر روی کمک ها و این بحث ها هم همیشه همه کمک ها حیات و ثروت ها و دارایی های هر کشور به نفع هیچ کشوری در حقیقت تمام نمیشه مگر اینکه نهادها و ساختارهایی باشن که او ساختارها اینا را مدیریت کنن. کانگو الماس داره اما 60 سال میشه که درگیر یک جنگ است. البته هیچ کشوری در روی زمین با کمک های مثلا با داوردی که کمک ها به اعوان و انصار اینا تقسیم شود یا کمک ها به دست افرادی بفته که اونا بسته های مالی را از کشورهای بیرونی دریافت کنند و به ثروت و مکنت از جا افزوده شود و اینها به عنوان عاملان و فاعلان اقتصادی و سیاسی افغانستان ارزی وجود کنند و توزیع را نابرابر بسازد، این به باور من هیچ ارزش برای هیچ کشوری به هیچ جای ندارد. خب حالا که در ذهنیت در بین رهبران حکومت وحدت ملی در آخرین مورد بس 15.2 میلیارد دلار است که از جامعه جهانی دریافت میکنه است، خیلی بزرگ نمایی میشه و این پول گویا گریگوشای مشکلات افغانستان است، این گونه خوانده میشه و این گونه حکایت میشه. با توجه به این اظهاراتی شما داشتین پیشتر که پول های بادآورده افغانستان خیلی ها تجربه کرد و خیلی ها لمس کرد، بعد از این واقعا این 15 میلیارد دلار مشکل مردم را حل میکنه؟ خب اولا 15 میلیارد قطعا نیست، به این معنی که تجربه نشان داده که 15 میلیارد دلاری که وعده میدن قطعا 15 میلیارد نیست. خیلی از کشورهایی که وعده میدن این وعده ها محقق نمیشه. اگر این دولت اینقدر ساده پندار باشه که بر اساس 15.2 میلیارد دلار برنامه بسازه برای 4 سال، کاملا نشان میده که اینا قطعا الفبای مسائل به اصطلاح اقتصاد نمیدونن. هر اقتصاد مبانی و کارکردی به حساب برنامه‌اش بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی است که اونا باید پولی دریافتی فیزیکی باشن که دریافت شده باشن. وعده ها به باور من قطعا قابل به اصطلاح حساب نیستن، به این معنی که اگر 15.2 میلیارد است شاید 10.2 باشه، 8 باشه و یا کمتر از این باشه، به هیچ وجه بیشتر از این نیست. و اینا نمیتونن که برنامه‌های خودشان مطابق یک برنامه اعلان شده ای که قطعا عمل و اجرایی شدن از او قطعا نیست. شما در ارقام مدادی که وزارت مالیه اعلان کرده خیلی از کشورهایی بوده که وعده های خودشان عملی نکردن، خیلی از کشورها بالاخره مشروط هستن این کمکاشان، مثلا نروژ، سویدن، اینا گفتن اگر شما در مبارزه علیه فساد ناکارآمدی داشته باشین یک سنت هم دریافت نمیکنین. از این بود اینا به خاطر خوش باورانه یک مقدار این مسائل به حساب بزرگ نمایی میدن. پس مسئولیت بعدی به چگونه میشه؟ حالا اینا میان بحث بزرگ میسازن و از 15 میلیارد حرف میزنن، مردم افغانستان که میپذیره، حالا حکومتشان میگه دنیا گفته، ولی فردا حساب دهی میشه که به قول شما 8 یا 10 میلیارد میرسه. خب ما شما اینجا حاضر هستیم، بعد از چند سال حساب میکنیم که از این 15.2 چند واقعا رسیده. خیلی از کشورها وعده میدن عملی نمیکنن، اینا یک واقعیت هستن. و به فرضم به فرض اگر گیریم این به دسترس یعنی دستگاه قرار بگیره، دستگاهی که من از آغاز عرض کردم که دستگاه از آغاز بالاخره بسته های مالی را از کشورهای دیگه به منظور اهداف سیاسی دریافت کرده و ایجاد یک توزیع ناعادلانه ثروت و مکنت ایجاد کرده است که امروز به طور مثال افغانستان بدترین نوع اقتصاد جهانی را داره
که ای به باور ما در هیچ جای جهان نمونه نداره. یک اقلیت ممتاز با استفاده از پول های بادآورده و همچنین ثروت هایی که از کشورهای بیرونی است، یک دم دستگاه ایجاد کردن که دم دستگاه با مردم یک فاصله بسیار عمیق و عظیمی بس انسانی را ایجاد کرده است که اینا برای هیچ کشوری، برای هیچ اقتصاد ارزش نیستند. الگو و مدلی که در اقتصاد افغانستان مطرح شده یک الگوی مصرفی بسیار فوق العاده کشورهای پیشرفته. دستگاه دولتی افغانستان همین کمک ها را شما تصور کن، ارقام وجود داره که بین در دو سال، در چهار سال اینا 1.6 میلیارد دلار 1.6 میلیارد دلار آمریکایی را به مثلا مشاورین معاش دادن. کشوری که 1.6 میلیارد دلار فقط در یک برنامه اقتصادی خود معاش توزیع کنه، از کجای زود سر توسعه و پیشرفت اقتصادی گپ زمین تره؟ شما یک موضوع دیگر هم بزرگ نمایش باید ما واضح بسازیم. تمام بودجه توسعوی یا به اصطلاح انکشافی افغانستان 2 میلیارد دلار است. 2 میلیارد دلار، 2.6 میلیارد دلار که در بهترین حالت از تمام این بودجه هایی که اینا داده میشه، اینا بودجه عادی هستند، مصارف هزینه های به اصطلاح معاش و به اصطلاح مصارف عادی میشه. در 2 میلیارد دلاری که این پرداخت میشه و اگر او قرارداد هم با اعوان و انصار دستگاه های فاسد اگر اختصاص پیدا کنه و او هم باز پروژه های بیکیفیت باشه، با 2 میلیارد دلار سالانه کدام به اصطلاح ظرفیت افغانستان تاسه کوتاه میخوایم بگین که حداقل پیشنهاد چی میتونه باشه در چنین وضعیت، بدیل چی است؟ بس سر ازی بود که اقتصاد بازار نتیجه نداد، مهم اقتصاد مختلط پیشنهاد میکردن در دوره کمپاین، میشه این موارد رسش کار؟ بحث بر سر نظام و ساختار اقتصادی نیست. نظام اقتصادی بازار نظام کارآمد است به شرطی که مؤلفه ها و شرایط از وجود داشته باشه. چی باید کرد در چه وضعیتی؟ باید کرد که افغانستان به یک تعبیر 150 میلیارد دلار در درون این جامعه ما نهفته بالقوه در نزد مردم وجود داره. حداقل ما به عنوان اقتصاددان میفهمم که 60 یا 70 میلیارد دلار در بین مردم به طور یک ثروت باقی مانده. افغانستان باید امید ایجاد بکنه، یک مدیریت درست و کارا ایجاد کنه، ظرفیت و پتانسیل عظیم ملی را به کار بندازه، یک دولت توسعه گرایی که بر پایه منافع ملی یک دیوان سالاری مدرن ایجاد کنه که اعتماد و باوری را ایجاد کنه. سپاسگزارم از حضور شما سیف الدین سیفون استاد دانشگاه.